اینجا رو ببینید، صحبت. و میام بیرون. چطوری، چه خبر؟ سلام، خوبی؟ خبری نیست. تو چه خبر؟ من بد نیستم. ببین، میخوام یه ویدیو درست کنم درباره یه شورتکاتی که رو آیفون درست میکنیم و باهاش چت جی پی تی بخش صوتیشو فعال میکنیم با یه صحبت کردن. ایده خیلی جالبیه. برای شروع میتونیم با ایجاد یک شورتکات که به کمک سیری و چت جی پی تی کار کنه شروع کنیم. خب ببین، الان من اینجا دیگه توی اپم نبودم، کلا اصلا میتونی حتی گوشی رو قفل کنی و همینجوری باش را بری و صحبت کنی. از اون ورم برای فعال کردنش فعلا گفتم صحبت. حالا اینو ما میتونیم با بکتب درست کنیم، یا اگه آیفون اون اکشن باتن داره با اکشن باتنش میتونیم اینو ست کنیم. کاری که لازمه بکنیم اینه که یه شورتکات درست میکنیم و به یه دونه از اینا میگیم که هر وقت مثلا زدم پشت گوشی، هر وقت گفتم فلان، تو این شورتکات رو فعال کن. برای درست کردن شورتکات میایم تو اپ شورتکات، این بالا به علاوه رو میزنیم، اد اکشن رو میزنیم و میایم تو قسمت اپ. تو قسمت اپ ها میتونیم چت جی پی تی رو پیدا کنیم، میتونیم همین بالا سرچ کنیم و اینجا دو تا گزینه داره بهمون میده که استارت وایس کانورسیشن وید چت جی پی تی. میتونیم اینو انتخاب کنیم که یه ضرب شروع کنه به صحبت کردن، وصل شه که صحبت کنیم. میتونیم هم بالایی انتخاب کنیم که بره تو اپ چت جی پی تی و همونجا بنویسیم واسش که حالا ما میخوایم باهاش حرف بزنیم. پس پایینی رو انتخاب میکنیم و دانو میزنیم. خب میبینی اسم شد استارت وایس کانورسیشن فلان، که حالا یه دونه هم قبلا ازش داشتم، قبلی الان میتونیم پاک کنیم، روش نگه میداریم و دیلیت. حالا برای فعال کردن اشراسی یه نوشته بگم، حتما باید چت جی پی تی اپ اصلیش رو نصب کنین. توضیح دادم اصلا طرز کارش چطوریه. توی اپ استور سرچ میکنین اوپن ای آی و اپ چت جی پی تی رو نصب میکنین. اگه سرچ کنین چت جی پی تی، مدل های مختلفش میاد که با این برنامه اصلیش فرق داره. حالا برای اینکه بخوایم این شورتکات استفاده کنیم، میایم تو سیتینگ، میایم تو قسمت اکسسیبیلیتی، میایم تو قسمت وایس کنترل، اگه خاموشه روشنش میکنیم و میایم اینجا تو کامند کاستوم. اینجا من اینو درست کردم، پاکش میکنم یه بار با هم درست کنیم. پس میایم تو کامند، میایم تو قسمت کرییت نیو کامند که میشه همون کاستوم بعدش. خب اینجا اسمشو نوشتیم صحبت، فینگلیش نوشتیم. اکشن یعنی حرکتی که باید بکنه چیه، انتخاب میکنیم اکشنو و میگیم یه شورتکات رو ران کن. اولیه استارت وایس کانورسیشن وید چت جی پی تی و برمیگردیم سیو میزنیم. الان هر وقت من بگم صحبت، صحبت میاد تو چت جی پی تی و شروع میکنه وصل شدن. حالا وایس کامند میتونه دردسر باشه، اصلا میتونیم کلا خاموشش کنیم، چون مثلا یه جا داریم یه چیزی میخوایم تایپ کنیم، همزمان باش در حال صحبت هم باشیم، صحبتمون هم مینویسه و این میتونه قشنگ دردسر درست کنه و یه جای اذیتمون کنه. همینجا تو اکسسیبیلیتی میتونیم بیایم مثلا تو قسمت تاچ بریم پایین بکتپ رو فعال کنیم و بگیم هر وقت سه بار زدم پشتش، ران شورتکات پایین، آره اون پایین پایین داره شورتکات رو، تیکش میکنیم و برمیگردیم. الان 1 2 3 کار میکنه. پس اینجا الان دوتا روشش رو دیدیم، یه شورتکات ساختیم که به دو روش دسترسی داریم بهش و میتونیم از این شورتکات استفاده کنیم که فعال کردن چت جی پی تیه. حالا با حالتهای مختلف میتونیم دکمه درست کنیم، رو صفحه هوم میتونیم از
اکشن باتنتون استفاده کنین و هر جوری که ما بتونیم از یه شورتکات استفاده کنیم از این هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی در واقع مثلا حتی یه تگ NFC فلان جا بذاریم و توی اتوماسیون تعریف کنیم که هر وقت گوشیمون نزدیک این تگ NFC شد این شورتکات رو فعال کن. یعنی هر وقت گوشیمون رو نزدیک فلان جا بگیریم صحبت چت جی پی تی شروع شه. حالا فلانجا میتونه رو میزمون باشه، یه میزی هستش میشینیم اونجا با چت جی پی تی صحبت میکنیم، هر گوشی گذاشتیم اونجا میتونیم فعالش کنیم و باهاش صحبت کنیم. خوبیش هم اینه که میتونیم گوشیمون رو قفل کنیم و وقتی گوشیمون قفل هم همینجوری باهاش صحبت کنیم، یعنی تماس تلفنی. لازم نیست توی اپ باشیم، حتی لازم نیست صفحه گوشیمون روشن باشه. این خیلی خوبه. فقط اولین بار که دارین این کارو میکنین از چت جی پی تی میایین بیرون درست کار نمیکنه. همونو برگردین دوباره تو چت جی پی تی، اون بالا ازتون میخواد که یه دسترسی بهش بدین که تو بک‌گراند هم کار کنه. اونجا هم بهش این دسترسی رو میدیم، اجازه رو بهش میدیم، الو رو میزنیم و دیگه از اون به بعد فعال میشه، میتونیم ازش استفاده کنیم.